آمیخته شدن علوم پیچیده نظامی و دانشگاهی و نهادینه شدن فرهنگ خودباوری و افزایش اعتماد به نفس در پیچیده ترین تجهیزات نظامی تحقق کلام زیبای معمار انقلاب اسلامی امام عزیز و رهبر معظم انقلاب اسلامی است که فرمودند ما می توانیم. ایران نورباران اقتدار است به برکت آسمان نجیب ایمان مردمانش و بهار بودن رزمندگانی که خصم دون را چونان برگهای زرد پاییزی زیر پای صلابت خیش خرد می کنند. ما بر میثاق و عهدمان با امام و رهبرمان پای می فشاریم. ما سرمستان جام ولاییم و جرعه نوشان خم خانه آتش کربلای ابا عبدالله. ما ارتش عشقیم. کماکان شاهد گوشه هایی از ابتکارات یگانهای نیروی زمینی ارتش قهرمان در حوزه های مختلف در روز 29 فروردین روز ارتش و بزرگداشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمانیم. روز ارتش یادآور توان دفاعی و رزمی جمهوری اسلامی ایران به زورگویان و زیاده طلبان و اثبات توانمندی ارتش سپاه اسلام در حفظ حریم مقدس کشورمان است. تلاش در مسیر خودکفایی و خوداتکایی و طراحی و ساخت سلاح‌های ابتکاری منطبق با شرایط نبردهای امروزی و برپایی نهضت قطعه‌سازی در رده‌های مختلف زرهی، پروازی و سلاح‌های انفرادی و اجتماعی و افزایش قدرت رزمی یگان‌ها و ساخت صدها هزار قطعه حساس گوشه‌هایی از توانمندی دلاور مردانمان در ارتش سرافراز اسلام و نیروی زمینی قهرمان است. اینک سامانه موشک شهاب 3 به همراه خودروهای پشتیبان. این موشک با طول 15 متر یک موشک زمین به زمین سوخت مایه با سیستم هدایت و کنترل اینرسی و بردی در حدود 1800 کیلومتر دارد. و فرا می رسد سامانه موشک قدر 1. این موشک یک موشک بالستیک میان برد سوخت مایه با طول حدود 16 متر است که دارای سیستم ناوبری اینرسی بوده و جهت دستیابی به برد 2000 کیلومتر توسط فرزندان سرزمین سلمان فارسی رحمت الله علیه، مهندسین، متخصصین و کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طراحی و تولید گردیده است. برگی دیگر موشک زمین به زمین فاتح. این موشک یک موشک زمین به زمین هدایت شونده با موتور سوخت جامد مرکب است. سرجنگی شدید الانفجار مجهز به سیستم هدایت و کنترل پیشرفته است
که قادر به انهدام تمام انواع مواضع دشمن می باشد. برد موشک فور 300 کیلومتر است. موشک کروز ضد کشتی راه. این موشک از نوع موشک های کروز ضد کشتی است که بر علیه اهداف دریایی از قبیل رزمناوها، ناوچه‌ها، ناوشکن‌ها و اهداف ثابت مانند سکوها جهت حفاظت از مرزهای آبی کشور تا و فاصل دوردست با قابلیت تخریب کم نظیر مورد استفاده قرار بگیرد. رادار سنجش سرعت راکت داپلر زمینی، رادار داپلر سی دبلیو می باشد و جهت تعقیب و آشکارسازی سرعت انواع راکت ها و گلوله های پرتابی مورد استفاده قرار بگیرد. رادار جستجوگر ارتفاع متوسط سامانه موشکی میانبرد مرساد، رادار کشف و شناسایی اهداف پرنده در سطح مقطع راداری زیر متریک با آخرین فناوری جنگ های الکترونیکی، رادار جستجوگر جویا، رادار کاملا دیجیتالی کشف اهداف ارتفاع کم با آخرین فناوری جنگ های الکترونیک. و اینک ما می توانیم اولین سامانه دریافت تصاویر ماهواره‌ای سیار بومی، این سامانه قابلیت دریافت اطلاعات از کلیه ماهواره‌های سنجش از دور با توان تفکیک بالا را فراهم خواهد نمود. با ساخت این سامانه به دست توانمند متخصصین کشور، یکی از نیازهای اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در امر دریافت اطلاعات ماهواره‌ای مرتفع گردیده و علاوه بر آن گام اساسی در امر توسعه دانش کاربرد سنجش از راه دور در کشور برداشته شد. روز ارتش روز مردان خداست، روز جانبازی و ایثار وفاست. بیشه شیران بود نیرو زمین، لشکر آن حافظ قرآن و دین. بینندگان ارجمند، یگانهای محمول و تجهیزات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی ایران رو مشاهده میکنیم. امروز پدافند در اولویت اول است. اگر حادثه‌ای برای کشور پیش آید، اولین مرکزی که باید فعالیت کند قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی ایران است، مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا. قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئول امنیت فضای کشور با در اختیار داشتن انواع سامانه‌های پیشرفته راداری، موشکی و توپخانه ضد هوایی، با در اختیار گرفتن انواع هواپیماهای شکاری، امر خطیر دفاع از آسمان کشور را به طور شبانه روز بر عهده دارد.